با سلام و درود فراوان خدمت دوستان و بینندگان عزیز، امیدوارم تمام لحظات زندگیتون توأم با شادی و آرامش باشه. امروز میخوام کلوچه فومن رو به درخواست دوستان عزیزم به شما دوستای گلم آموزش بدم. این کلوچه خیلی راحته و واقعا خوشمزه و خوشخوراکه و یکی از سوغاتی های خیلی معروف شهر فومنه. پس بریم با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع کنیم. مواد لازم برای تهیه کلوچه فومن: آرد گندم 500 گرم که حتما باید 3 بار الک بشه، نمک 1/2 قاشق چایخوری، خمیر مایه 1 قاشق غذاخوری، شیر ولرم نصف لیوان، شکر 4 قاشق غذاخوری، تخم مرغ 1 عدد، کره 70 گرم. مواد میانی کلوچه: دارچین 2 قاشق غذاخوری، کره 50 گرم، شکر 1 پیمانه، گردوی رنده شده 4 قاشق غذاخوری، آرد گندم که حتما 3 بار الک شده باشه 60 گرم. مواد لازم برای رومال کلوچه: زرده تخم مرغ 1 عدد، زعفران دم کرده به میزان لازم، تخم خرفه برای تزیین به میزان لازم. عزیزان، ابتدا مواد میانی کلوچمون رو آماده می کنیم. ماهیتابه رو روی حرارت قرار می دیم. آرد رو داخلش می ریزیم. یک مقدار آرد رو به تنهایی تفت می دیم تا بوی خامی آرد کاملا گرفته بشه. حدوداً 5 دقیقه با حرارت ملایم این کارو انجام بدید کافیه. ما نمیخوایم رنگ آردمون تغییر کنه، فقط میخوایم بوی خامی آردو بگیریم. حدود 5 دقیقه است. من آردو به همین شکل تفت دادم. همونطور که میبینید رنگ آردمون تغییر نکرده، ولی عطر و بوی آرد بلند شده. حالا تو این مرحله کررم بهش اضافه میکنیم. یک مقدارم با کره تفت میدیم. یه 2 دقیقه هم آرد رو با کره به این شکل تفت میدیم. 2 دقیقه زمان برای تفتش کافیه. دو دقیقه هم با کرت آرد رو تفت دادم. حالا حرارت رو خاموش میکنیم. حرارت رو خاموش کردم. مغز گردو رو اضافه می کنم. مغز گردو رو کاملا با آرد و کره مخلوط می کنی. شکر رو اضافه می کنی. یه مقدار که هم زدیم دارچین رو اضافه میکنیم. کسایی که جوز هندی هم دوست دارن میتونن به اندازه 1 قاشق مرباخوری جوز هندی رو هم داخلش رنده کنن. کاملا مواد رو مخلوط میکنید تا یک دست بشه. وقتی تمام مواد به این شکل یک دست شد، مواد میانی آماده است، اونو کنار میذاریم.
این مواد میانی کلوچه‌مونه. میریم سراغ درست کردن خمیر اصلیمون. خب عزیزان، ابتدا میخواییم خمیر مایه رو درست کنیم. گفتم 1/2 لیوان یا نصف لیوان ما شیر ولرم نیاز داریم، شیری که وقتی انگشتمون رو داخلش میکنیم گرما رو حس کنیم ولی دستمون نسوزه. اگر زیاد داغ باشه خمیر مایه‌تون به عمل نمیاد و اگر زیاد هم سرد باشه دوباره خمیر مایه به عمل نمیاد. در حدی که دستتون رو داخلش میکنید گرما رو حس کنید ولی دستتون نسوزه. حالا ما 4 قاشق غذاخوری برای داخل خمیرمون شکر داشتیم، 1 قاشق غذاخوری اونو به شیرمون اضافه میکنیم. 1 مقدار هم میزنیم و به خمیر مایمون اضافه میکنیم. 1 مقدار هم میزنیم. حالا تو محیط آشپزخونه روشی ظرف قرار میدیم، تو محیط آشپزخونه 10 دقیقه قرار میدیم تا خمیر مایمون به عمل بیاد و حجمش 2 برابر بشه. تا خمیر مایمون داره عمل میاد، ما کره‌ای رو که داشتیم کره، شکر و 1 دونه تخم مرغی رو که داشتیم کاملا با همزن میزنیم تا 1 دست بشه. یمون پف کرده و حجمش 2 برابر شده. به موادمون اضافه میکنیم. یه مقدار هم میزنیم. حالا آرد رو کم کم به مواد اضافه میکنیم. آرد رو در حدی به موادمون اضافه میکنیم که به دست نچسبه. من فراموش کردم بگم، من نمکم به آرد اضافه کردم و همراه با نمک آردم رو 3 بار علک کردم. 1 مقدار دیگه آرد اضافه میکنه. گفتم آرد رو کم کم اضافه کنید. ما در حدی آرد نیاز داریم که خمیر به دستمون نچسبه. قاشق رو تمیز میکنه و تو این مرحله با دست شروع میکنه به ورز دادن خمیر. حالا تو سطح کار 1 مقدار آرد بپاچی و حدود 10 دقیقه خمیر رو ورز بدید. و چندین بار به این شکل خمیر رو به سطح کارتون بکوبید. وقتی خمیر رو به این شکل 10 دقیقه ورز دادید ببینید یه خمیر خیلی نرم و لطیف داریم و اصلا هم دیگه به دستمون نمیچسبه. تو این مرحله تو همون ظرفی که خمیر رو درست کردیم 1 مقدار آرد ته ظرفمون میپاچیم، خمیر رو داخلش میذاریم، 1 کیسه فریزر روش میکشیم، 1 دستمالم روش میندازیم. تو محیط آشپزخونه اجازه میدیم تا 3 ساعت خمیرمون استراحت کنه و حجم خمیرمون 2 برابر بشه. تقریبا 2 ساعت گذشته. همونطور که میبینید حجم خمیرمون 2 برابر شده. حالا روی سطح کارمونو 1 مقدار آرد میپاچیم، خمیر رو روی سطح آرد منتقل میکنیم و پف خمیر رو با ورز دادن میگیریم. 2-3 دقیقه به این شکل خمیر رو ورز بدید تا پفش کاملا گرفته شه. حالا خمیر رو
به چونه های کوچیک تقسیم میکنیم. به این شکل خمیر رو چونه میکنیم. بعد از اینکه تمام خمیرها رو چونه کردیم، یه دو دقیقه هم به این شکل میذاریم خمیرامون استراحت کنن. بعد از دو دقیقه استراحت خمیر، یکی از چونه ها رو به این شکل بر میداریم. یه مقدار آرد سطح کارمون میپاچیم و با دست خمیر رو به این شکل باز میکنیم. بعد از اینکه خمیر رو باز کردیم، توی دستمون میگیریم و از مواد میانی به این شکل دو قاشق مرباخوری از مواد داخلش میریزیم و لبه ها رو به هم نزدیک میکنیم. کاملا لبه ها رو به این شکل چین بدید و به هم نزدیک کنید. روی سطح کارتون قرار بدید، با دستتون باز کنید. همین اندازه کافیه. تقریبا قطر خمیرمون نیم سانته. حالا سینی فرو خیلی کم چرب میکنیم، خیلی کم. یک مقدار دستتون رو آغشته به روغن میکنید و کاملا سینی رو به این شکل، تمام قسمت های سینی رو چرب میکنید. حالا خمیرمون رو داخل سینی به این شکل پهن میکنیم. یه زرده تخم مرغ داشتیم و یک مقدار زعفرون. زرده تخم مرغ رو کاملا میزنیم. تا از لختگی در بیاد. زعفرون رو یک مقدار بهش اضافه میکنیم. گفتم زعفرونتون باید غلیظ دم کنید. آماده است. ما از قالبای این کلوچه فومن به این شکل، هم فلزیش هست هم پلاستیکیش هست و هم چوبیش، از هر کدوم که خواستید میتونید استفاده کنید. تو تمام لوازم قنادی فروشی هم موجوده. به این شکل قالب و روی شیرنی کاملا فشار میدید، به این شکل. وقتی که کاملا طرح قالب روی شیرنی افتاد، قلم رو بر میداریم. کاملا تمام قسمت های کلوچه رو به زرده و زعفرون آغشته میکنیم. برای رویش میتونید همونطور که گفتم هم از تخم خرفه استفاده کنید و هم از کنجد هم میتونید استفاده کنید. حتی از مغز گردوی خرد شده هم برای روی کارتون میتونید استفاده کنید. فرو با حرارت 200 درجه سانتیگراد یک روب قبل کاملا گرم میکنید. وقتی که فرتون کاملا گرم شد، کلوچه ها رو طبقه وسط فر به مدت یک روب قرار میدید. بعد از اینکه
قالب زدید، حتما با چنگال یا یه چیز نوک‌تیز چند تا سوراخ روی کلوچه ها ایجاد کنید تا مانع پف کردن کلوچه هامون بشه. به این شکل خرفه ها رو روی سطح کارمون میپاچیم. سعی کنید بیشتر قسمت وسط رو خرفه بریزید. میبرم بذارم داخل فر. خب عزیزان، حدود یک ربع گذشته، من کلوچه ها رو از توی فر خارج کردم. همونطور که میبینید کاملا پخته. فقط زمانی که یک ربعتون تموم شد، من گیری رو بالا رو 2 دقیقه روشن کردم تا روی کلوچه هامونم به این شکل برشته بشه. بزنم کلوچه فومن ما آماده شد. من با یه چای داغ اونو سرو کردم و تقدیم میکنم به همه هموطنای عزیزم. همونطور که دیدید این کلوچه به راحتی تهیه میشه. فقط چند تا نکته ریز داره که حتما باید دقت کنید. زمانی که میخواید قالب بزنید، با قدرت کامل قالب بزنید تا شکل قالب روی خمیرتون بیفته. زمانی که بعد از یک رو کلوچه ها کاملا پخت، برای اینکه روش به این شکل طلایی شه، گریل بارا رو 2 دقیقه روشن کنید و اجازه بدید تا سطح روی کلوچه هاتونم یک مقدار طلایی بشه. اگر گریل نداشتید میتونید تو گرمخونه زیر فرتونم قرار بدید. به همون در حد همون 2-3 دقیقه کافیه. روی کلوچه هاتونم کاملا طلایی میشه. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما عزیزانم قرار گرفته باشه. اگر سوالی داشتید تو اینستاگرام پاسخگو هستم. در ضمن حتما برنامه مامان تیوی رم به اشتراک بذارید. خیلی دوستتون دارم. تا یه آموزش دیگه شما عزیزانم رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.